و بسم الله الرحمن الرحیم، میخوام مثلا نکته خیلی خفن راجع به آیتم بندی بگم، یا یه توضیح کوچولو و ریز و مهم راجع به کلینکس و متاش. آمین اینوایتد میکنم بعد از این، بذار اینا رو بگم، میخوام بذارم یوتیوب به از من که قول داده بودن. آقا رو جلوی کلینکس دوتا رینگ آف پروتکشن خیلی جوابه، خود کلینکس هم که بازی میکنی اولویتت خب سرینگ اروه. خب حالا میخوام بهت بگم که چجوری لول بگیری و چجوری بازی کن. خب یه چیز رایج، من 90 درصدی با کلینگ تا لول 6 سه بار سرینگ اروز میگیرن، یه بار سکلتون واک، یه بار هم استریف. خب حالا یعنی یه بار یک میگیری، یه بار سه میگیری، سه بار دو میگیری، 6. بعد چجوری آیتم میگیرن؟ رایج ترین استارتش اینه، اکثر پلیرهای که میخوان استارت کنن اینجوری شروع کنن، مگر اینکه ببین دارم میگم، مگر اینکه پوزیشن پنجمون یه مقداری اوکی باشه، یه تانگو بگیری یا یه دونه مثلا میتونی اینجوری شروع کنی. خب که مانو هم کم نیار، ولی رایج ترینش اینه، حتی یه سری هم اینجوری میکنن. اوکی بس، ولی خب اونجوری که گفتم دو تا استیپر خیلی بهتره. بعد دوشونو میگیرن، لاینت اوکی یا یک، بعد دوباره دو، بعد سه. این تا اینجا نوه لیول گرفتن زیاد توضیح اون چنانی نداره، ولی آیتماش دوتا ریسفند، دوتا ریسفند مجیک بنده تو همیشه سعی کن بگیری، خیلی به درد میخوره چون بیس اچ و بیس مانوی کمی داری کلینکس و این به دردش میخوره مجیک بنده پاور تریت. و خفن ترین آیتمی که الان روی کلینکس میتونی بخری این آیتمه، خفن ترین و بهترین. دلیلش چیه؟ الان بهت میگم چرا. خب ولی به سایتم الان اینه، بعدش هم دزو بی کی بی هکس، دزو بی کی بی ام کی بی، دزو بی کی بی، دزو بی کی بی بعد این است بلا استثنا، دزو بی کی بی یا اورکید، ولی دزو خیلی بهتره به خاطر اینکه این بونس دمیجی که تو با این المفتونیتوری که رو کلیپ میزنی میگیری به شدت زیاده و دزو سه تا چک میکنه. با این چنترس هم کومبوه. مرسی آرمی، دقیقا خیلی نکته قشنگی گفتی، با این چنترس خیلی خیلی بهتره، لازم نیست که هرم بگیری یه ضرب میری دزو. دلیلش چیه؟ نیا کن شیشه من بونس هلس 40%، بونس دمه 4%. خب بعد ببین تو قسمت توضیحش نوشته، من همینه بهت میگم سعی کنین از گوگل استفاده کنی، از ترنسلیت استفاده کنی که منتظری نباشی دادا لول این چیکار میکنه، لول اون چیکار میکنه. تو اگه بدون لول رو قشنگ معنی کنی، تو خودش نوشته، ببین نوشته کلینز کانسوم د تارگت انمی یونیت اور فرندلی یونیت گینینگ ماکس هلس اند دمیج بیس اون ایتس کورنت هلس. یعنی من الان اگه من این شیشمو رو اون کلیپ بزنم، حاج مهدی یادی کردی؟ حاج مهدی هم از این حمایت کننده های اوایل تویش بود، واو یه قرنی بود نبودی حاج مهدی، واقعا مرسی سلطان. داشتم میگفتم بر اساس ماکسیموم اچ پی و اون کریپیه که تو شیشه تو روش یوز میکنی، سر همین هلم آف دومینیتور نوشته که آقا من رو کریپی که یوزش کنم 1500 تا اچ پی اون کریپ میشه، ولی خب دمیجه بر اساس کریپ هست، سر همین بهتره که هلم آف دومینیتور اما رو اون لول 6 کریپ جانگلا یوز کنم که دمیج زیادی هم داشته باشم. ببین لول آب، لول آب 6 یا کنجا رو 1500 پلاس 22 1880 پلاس 60 تازه رو رنج کریپ. حالا آقا اینقدر این خیلی خیلی تاثیر زیادی داره و به شدت وایه اینکه من برم این افتومانیتور بگیرم این کار بکنم، به هم افتومانیتور اچ پی رجن به من میده، آرمون میده، آلاتریبیوت هم میده، لول 10 اسکلتون واک اگزاست سامان برنینگ آرم اسکلتون، اینه که آقا من اگه از لول 3 اومدم بیرون یه دونه ایلوژن ارزان به حضورتون یه دونه از همین اسکلتا با این ساعت اکیلا. زیاد تو لیت گیم ایمپکت بالایی نداره ولی تو اول بازی خیلی خفنه. لول 15 هم خوب سیرینگ ارز دمیج، لول 20 کیلز رست دس پکت کولدان خیلی خفنه. دلیلش چیه؟ ببینین yes.
من یه تارگت الان اینجا هست. دو تا تارگت. یا کن الان کریپ نزدیک من نیست، میتونن شیشم رو اسکلت خودم یوز کنن. یه نکته بود که خیلی مهم بود بهتون بگم. آقا تو فایت من بهتر بگم شیش کن، میگه رو کی شیش کنم؟ میگم رو اسکلت بغلیت شیش کن دیگه. من میگه اه میشه؟ آره میشه. یعنی اونجا من فقط هیروه هیروه. یه لحظه سری اینویز میکنم، یه اتک میدم، این میاد رو شیش میکنم، اچپیم زیاد میشه، با نسمجم هم میگیرم. پس این دوتا نکته مهم بود راجب علم اف نومیتور و شیشه کلینگز. بر اساس بازی یه سری آیتم دو بیکیبی میگیرم. ببین آیتم های ستاره، آیتم تلاییش رو بهتون بگم. اینه، اینجوریه، این آیتم های کلینگزه. حالا بر اساس اولویت، بعد از هلم بیکیبی میخوام، اذیت میشم، لیول زیاد دارم، دمیج میخوام، دزو. ولی همیشه دزو بی کی بی باید بچه داشته باشینش، بعد برین سراغ هکس و ام کی بی، مگر اینکه خیلی از گیم جلو باشی. نه رو ایلوژن نمیشه، رو اسکلتت میشه. اوکی حالا برم سراغ نکته خیلی خفن و مهم که قطعا به درد تمام پلیر زیر 5 کی میخوره، به درد بالای 5 کی هم حتی میخوره. آقا من کی روی ترور بلید، من کی روی ترور بلید سانجاشا هیون بخرم، کی برم سراغ منتا اسکادی. ببینین من هر موقع خواستم زود آنلاین شم توی گیم و این پکت بالایی بذارم با ترور بلید، میرم سراغ سانجاشا هیون. یه پاز داریم اینجا. پازا چیه؟ ترور بلید همه چی داره، دمیج، آرمور، ماناش هم به اندازه خودش کافیه، اما یه چیزو نداره، اچپی. سانجاشا استاتوس رزیست استرنج، هیون دوباره استاتوس رزیست اچپی، و این باعث میشه که من نخوام برم منتا بگیرم و بازم با منتا فارم کنم و بازم برسم به اسکادی و بازم برم سمت بی کی بی که بتونم آنلاین ترشم. ولی خب اصولا تروبلید بعد از منتا اسکادی آنلاین میشه تو بازی، اما من دنبال این بودم که گیم زود جی جی کنم. اسپیس هم داشتم تا مینویس. بعد اون متاهرم بهتون گفتم اگه اورگمجای تو بازی داری موومنت اسپید یا شادرام، وقتی درامو یوز میکنه اسپیدت تو 540 میره، چون وقتی تو متامورفت دیگه اسپیدت کم نمیشه. نکته خیلی مهمی بود این دو دقیقه، خیلی نکته خفنی بود. پس آقا من رو ترور بل استانجاش ایونو وقتی میرم که بخوام زودتر اکتیف تر شم، زود بخوام وارد بازیشم، زود بخوام کیل بگیرم. جلوی وین رنجرم، جلوی اوسا ایون خیلی خفنه، بهتر از منتای. چرا منتو برم چیشه؟ طرف منو وقتی داره با استورم میکشه میتونم تو حالت منتو کنم؟ نه، میتونم به شکل شات منتو کنم، داجش بدم. بعدش چی؟ منتومو نمیتونم ازش زیاد استفاده کنم چون استورم اسپریت کافیه فقط بیاد یا 6 یا 1 بزنه تمام ایلوژنم از بین میره، یا یه پاور شات بخورم یا یه دونه یک اورسا یوز بشه. سرم میرم سراغ سانجوشا هیون. بعد از اون رفتم سراغ ام کی بی که وین رنجر رو بتونم تو سش بزنمش. بعدم میرم سراغ چی؟ سیتانیک. چرا سیتانیک؟ چون از اون ور سانجوشا هیون سلبرت به من سلف اچ پی رجن میده، هم سلف اچ پی رجن آن فلکته، هم لایف استیل آن فلکته. یعنی من اچ پی بره بالاتر، اچ پی رجن هم بره بالاتر، سانجوشا سیتانیک خیلی از اون لحاظ بهم کمک میکنه. از من وقتی سیتانیک میرم لایف استیل اون با هیون و سانجوشا خیلی خفنه. متوجه شدین؟ پس اینم آقا از قضیه که چرا محسن هم سانجوشا رفته هم هیون سلبرت. متوجه شدین؟ نرفتم سراغ منتا اسکادی، چون منتا اسکادی گفتم دیرتر آنلاین میشه. حله؟ از آقا این چیزای خیلی مهم راجب کلینگ سو ترور بلید که باید بدونین. حتی الان میتونین رو پیلم دیفیوزال بلید نگیرین و برین سراغ سانجوشا هیون. تو گیمایی که میدونین دیفیوزال بلید به درستون نمیخوره آیتم 3 برین دیفیوزال بلید بگیرین. اولش دیگه هم بگم لطفاً اگه نمیتونین با این آیتما کار کنین آن رنگ تمرین کنین، نرین رنگ پی ال پیک کنین سانجوشا هیون بخرین بعد یکی بهتون بگه چه اینجوری کردی بگی محسن وکس. چون یکی از بچه‌ها به من گفت یه بنده خدای پوزیشن 4 کلاک زده بود اون موقع که من کلیپ داده بودم، ومپایر تو چت هست، گفتش یارو اومده کلاک پیک کرده بلد نیست بازی کنه، گریده تو بازی. من وقتی این هیرو رو بهتون میگم ساجست میدم مال کسی که یه مقداری کار بلده،
بعدم زارتی نرین تو رنگ تستش کنین، برین تو آن رنگ اول. سلطان پچه رو میگن سانجی و شاه هیونز یکیشو باس گرفت. ببین این مال وقتیه که به سمت لیت گیم میره بازی، نه ارلیگه، متوجه ای؟ بعد من این متارم جدیدن دیدم رو آنتی میج منتا هیون میرن. بعد یعنی ببین بعد از بتل فیوری منتا میرن هیون که یه مقدار تانکی ترشن بتونن اکتیف تر بازی کنن. بعد من دیدم واقعا اصلا هیون آیتم اوپیه، جواب هست حتی کنار سانجوشا به خاطر استاتوس رزیستی که داره، با سانجوشا خیلی جوابه و اچپیش میاد بالاتر. ببین هر کسی بچه تو اوریج زیر 5K خیلی از پلیرها آنلاین نیستن، خیلی از پلیرها خیلی چیزها رو نمیدونن. خب اگه میبینیم تو مخت میرم در جا ایگنور کن، تموم شد رفت، نذار کسی بره تو مخت، همین فوکوس بذار رو خودت، انشالله گیم ها رو بیم میکنه. حالا آقا انشالله اینم از این توضیح ریز و گفتم خیلی مهمه باید بدونین و توضیح دادم راجبش، نمیخوام دیگه توضیح ببرم یه ساعت الکی لاس بزنی، چون کلی کلیپ گذاشتم 30-40 دقیقه راجع به اسپلا توضیح دادم. چیزای مهم که راجع به اسپلا باید بدونین رو بهتون میگم، چیزایی هم که بیسیک و عادیه سعی کنین خورمالو بذارین اونجا و برین تو گوگل سرچ کنین که بعد من لول به سرم بمتم یاد داشت آقانیم روی نیرو چیکار میکنه. زشت‌ترین سوال برای کسی که دنبال اینه که پیشرفت کنه، آقانیم چیکار میکنه؟ گوگل ترنسلیت ریلیز تموم شد رفت.